پس از درگیری های مرزی در اسپین بولدک چمن، رفت آمد در این گذرگاه عادی شده است. شماری از باشندگان منطقه چمن میگویند که از درگیری های نابهنگام در این منطقه به سوتو آمدند. دا ډیر ستړي دي، دا مسافر کراچی لزی یا کوټ لزی، دا مور د زوی سوره کوي او پلار او دا سره بیل چې نو یو ناورین یې دلته. نو موږ خواست کوو، موږ غوښتنه کوو چې دغه جنګونه دي، دا ناڅاپي جنګونه دي ورک سي، دا دي بند سي. تیر یکشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ دوه ځله جنګ رامنځته شوی و. زیات تلفات پکې عوامو ته اوښتي، عوامو خلکو ته اوښتي و. د چمن په سیمه کې تقریبا د یکشنبې په ورځ اته نفر او پرون یو نفر ژوند له لاسه ورکړ او تقریبا تر 15 زیات ژوبل شوي دي. حکومت سرپرست افغانستان و حکومت پاکستان یکدیگر را برای آغاز این درگیری ها متهم ساختند. با این حال وزارت دفاع در پیوند به این مسئله می گوید که جنگ راه حل نیست و چالش های مرزی باید از راه گفتگو حل شوند. با آغاز تیراندازی از سوی عساکر پاکستانی در اسپین بولدک ولایت قندهار درگیری و جنگ به میان آمد. رهبری وزارت دفاع ملی همیشه تاکیدشان بر این بوده که مشکلات باید از طریق گفتگوها و مذاکره حل شود. بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود. همزمان با این، وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه گفته است که سفیر افغانستان در اسلام آباد را در پیوند به این رویداد فرا خوانده است. بار دیگر تاکید شد که حفاظت از غیر نظامیان همچنان مسئولیت دو طرف است و باید از تکرار چنین حوادث جلوگیری شود. همچنان پاکستان به حفظ روابط دوستانه با افغانستان متحد است. در همین حال شماری از آگاهان نظامی و سیاسی علت درگیری های پسین را در مرز تخطی های مرزبانان پاکستانی می دانند. علت درگیری ها بین مرزبانان افغانستان و پاکستان تخطی های است که از همیشه از طرف پاکستانی ها صورت می گیرند. اینا در حکومت های گذشته آقای غنی و کرزی چندین کیلومتر به خاک افغانستان پیش آمدن و در همون زمان اینا تانستن سیم خارگاه را در امتداد خط دیورن نصب بکنن. اگر این نوع جنگ ها زیادتر شوه، بالاخره منجر به این میشه که هر دو کشور تصمیم خود را با همدیگر از سر بررسی بکنه. در یک ماه پسین این 30 درگیری نظامی میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن و ولسوالی دند ولایت پکتیا است.